صبح بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز. چند سال پیش در چنین روزی شریک زندگی که از هموطنان ما متوجه شد که همسرش دچار موضوعی هست که اون موضوع رو ایشون به عنوان یک بیماری قلمداد کرد و با توجه به شرایط اقتصادی که در اون زمان حکمفرما بود آرزو کرد که همه بتونن این بیماری رو بگیرن و این بیماری واگیر داشته باشه. اما اکنون و در این لحظه این هموطن در کنار من نشسته و من میخوام که در مقابل دوربین تلویزیون دوم و دیدگان شما این دستکش‌ها و این ادوات پیشگیری از این بیماری رو در بیارم و باهاش حشر و نشری نزدیک و گپ و گفتی صمیمانه داشته باشم و از شما هم دعوت میکنم اگه ایشون و یا همقطارانشون رو در شهر خودتون و در اطراف خودتون دیدید و یا دریافتید این فرصت رو از دست ندید، برید جلو، باهاش سلام علیک کنید، دست بدید، روبوسی کنید و به حرفاش گوش بدید، چرا که این بیماری درست مثل آبل مرغون و بیماری هایی که ما باید در بچگی بگیریم که در بزرگسالی شرایط بدی برامون پیش نیادش میتونه مفید باشه. من در کنار فردی هستم به نام علیرضا عارف. خیلی خوش اومدی به بخش تخیل علمی. خب این چیه داستان؟ این بیماری که شما داری و مبتلا بهشی؟ عرض شود خدمت شما که حالا به نوعی تفسیر یکی از نزدیکانم هستش که اسمش هست حالا خلاقیت، نوآوری یا بهتر بگم کارآفرینی. سوال شما رو جواب دادم و برمیگردم به سلام و عرض ادب به بینندگان عزیز و در خدمتتون هستم. خب چی شد که همسر شما برگشت گفتش که شما دچار بیماری نوآوری خلاقیت هستی و در نهایت کارآفرینی؟ عرض شود خدمت شما عشق به کار، عشق به کارآفرینی و ایجاد کارهای جدید در اصل باعث این بیماری شد و من افتخار میکنم و دوست دارم که این واگیر داشته باشه و همه جوونا این بیماری رو بگیرن. خب بریم سر اصل مطلب، دقیقاً چی بود این یکی مصداقی از ابتدا شروع کن، اینا رو گفتن و جلو. من حالا چندین کار رو استارت زدم و خیلی هم توش موفق بودم. اولین کارم تو بحث کشاورزی بوده که در اصل یک پروژه‌ای رو اجرا کردم در سطح باقی در روستای همه کسی بخش بهار همدان. بله. که این در اصل باقی هستش با 3000 تا درخت که جذابیت یا خلاقیتی که توش به کار رفته اینه که هر جای باغ ما فلکه رو باز کنیم آب 6 متر فواره میزنه بدون مصرف انرژی، یعنی بدون که موتوری رو کار بذاری هر جای باغ آب رو باز بکنی 6 متر فواره میزنه و یک کار خاص هستش. کار بعدیم در اصل فروش ماهی در آکواریوم بوده، آکواریوم سیار در اصل پشت خودرو نیسان که بعد توسعه‌اش دادیم. کار بعدیم معدنی بوده که کشف کردم توی همون روستای همه کسی، معدن تالک هستش که برای ایزوگام مصرف داره. کار بعدیم که در اصل یکی از پروژه هایی که منجر به اون بیماری شد که حالا بعداً میگم. بعد کار بعدیم پروژه قاصدک شادی هست که تصاویرش هم هست خدمتتون عرض شود خدمت شما. کار بعدیم پروژه بزرگترین کتاب دنیا بوده که در اصل یک پروژه خیلی خاص هستش و حالا من یه توضیح روی همین برنامه‌ای که در حال پخش هست بدم خدمتون. بله. قاصدک شادی پروژه بوده که استارتش توی روستاها زده شد و در اصل من چند دوره، 4 دوره، 3 دوره کارآفرین برتر شدم که بسیار برای من لذت بخش ایجاد یک کار جدید. این پروژه دقیقاً توی روستاها به اصطلاح کتاب فروشی هستش که توی روستاها اجرا میشه و بچه ها بعد از اینکه به اصطلاح کتاب رو میخرند یک بازی رایگان هدیه میگیرن و در صورتی که کتاب رو نخرن با استفاده از اون سرسره های بادی در اصل یک بازی رو میرن و با لذت انجام میدن. کار بعدیم بزرگترین کتاب دنیا هست که کتابی هستش که 15 تن وزن داره، یک قطره مرکب رنگ یا جوهر توش به کار نرفته و یک کار خیلی خاصه در اصل ثبت اختراع هم شده و بسیار جذابه که انشالله به زودی تهران میاریم این کتاب رو. بله. و بعد از اون پروژه در اصل آنیاب رو کار کردیم که اونم یک پروژه خیلی خاص و اختصاصیه. بله اونم داستان بسیار جذابی داره. حالا کار هشتممون رو هم استارت زدیم و انشالله اونم در خدمتتون خواهیم. خیلی عالی. من شاید تو توضیح خیلی سریع بدم. حالا لابلای صحبت‌های عارف من حتی امروز هم ازش میپرسیدم که یه دور فهرستوار بخوای بگی که چه کارآفرینی انجام دادی، برای خودش هم یادآوریش خیلی راحت نبودش. از اون باغی که نام بردن ایشون، باغ رو یک جا تهیه کردن، بعد رفتن توی زمین دیگه چاه آب رو خریداری کردن که با یه ارتفاع خیلی زیادی نسبت به اون باغ قرار داشته و از اونجا یک لوله گذاشتن. این سراشیبی حد فاصله محل چاه آب تا خود اون باغ باعث شده که یه فشار زیادی به آب وارد بشه و در نهایت در تمام این باغ هر جا شما فلکه رو باز بکنید آب با فشار زیادی بیاد بیرون. اما در خصوص اون ماهیایی هم که صحبتش رو کردن، ایشون از قنات روستای خودشون، چون ایشون اهل روستا هم هستن، از قنات روستای خودمون، بله قنات شخصی خودشون بوده، استفاده کردن برای که تو همون قنات ماهیا رو پرورش بدن و بیارن بیرون. اما چند سال پیش، نزدیک به یک دهه پیش، یک اتفاقی افتاد که تهدید بسیار بسیار جدی بود برای زندگی علیرضا عارف. چی بود اون؟ و در نهایت بهترین کارآفرینیت هم در خدمت شما هست. عرض شود که سال 82 عصر تاسوعای سال 82 توی یکی از شهرهای جنوب کشور کیف من رو به سرقت بردند و 21 میلیون تومان چک و همه زندگیم به سرقت رفت، خصوصا دفترچه ایده هام که خیلی برام مهم بودن. فکر کنم اون بیشتر از 21 میلیون تومان. عرض شود که خیلی تلاش کردم که اونو به اصطلاح بهم برگرده، اتفاق نیفتاد و من با یک ایده مواجه شدم به اسم اینکه چرا یک مجموعه ای نیستش که سازماندهی بکنه گمشده های کل کشور رو و مدارک گمشده کشور رو بهشون برگردونه، هموطنان رو. و خب با مشکلات زیادی روبرو شدم و تلاش کردم که این مشکلات رو حل بکنم. 4 سال طول کشید این پروژه و نهایتش شد شرکتی که حالا اسمشو نمیارم و حاصل این شرکت الان بیش از 70 شعبه در کل کشوره که مردم خیلی راحت میتونند به اصطلاح مدارکشون رو پیگیری بکنند. خیلی ساده است. حالا من چیزی که برای اطلاع رسانی باشه و تبلیغم نیست بگم خدمت مردم که در اصل تبلیغ ما تو جیب همه مردم ایران هست. پشت مدارکشون نوشته از یابنده درخواست میشه به صندوق پست بیاندازن. توی هر جای کشور به پست‌های مرکزیشون مراجعه بکنن، میان و مدارک خودشون رو جستجو میکنن و جالب اینه که ما بیش از 2,500,000 تا مدرک پیدا شده داریم که حتی جرأت تبلیغ هم نداریم. به خاطر اینکه اگه ببینید تبلیغ کنید یه عالمه آدم دقیقاً خیلیا میان و این گم شده من هست یا نیستش. خب خیلی عالی. آقای عارف از اون دسته آدمایی هستش که با وجود اینکه در کار اقتصادی خیلی خوب جلو رفته، منتها روستای خودش رو که اتفاقا متعلق به همه کسانی است که اهل روستان و اسمش هم همه کسی هست رو ول نکردن و تنها دلیلی که باعث میشه ایشون در پایتخت حضور داشته باشن صرفا تمرکز سازمان‌هایی هستش که روال اداری رو باید از اون طریق ایشون پیگیری کنه. 3 روز رو در تهران هستن، باقی روزها رو در روستای همه کسی خودشون در توابع که از توابع همدان هستش قرار دارن.